آقای صادقیان عزیز، الان حضور شما در ترکیه ربطی به مذاکره با سرمربی جدید تراکتورسازی داره؟ بعد اصلا بس همین موضوع مازید. بعد گزینه هاتون پرتغالی هن؟ گفته شده بود که سه تا گزینه پرتغالی دارید. گزینه ها مختلفی داریم، یک مورد نیست، ولی از دوستایی که اینجا ترک هستن بعد میشم نفر این تو کمیته فنیمون که با این مورسی ها مذاکره میکنیم. بعد بیوگرافی فکر میکنید چه زمانی مشخص میشه سرمربی تراکتورسازی؟ بله داریم روز کار میکنیم که انشالله فکر کنم این دو سه روز آینده اصلا مشخص بشه. دو سه روز ها. پس قطعا هم ایرانی نیست و یه گزینه اروپایی ها؟ بله اروپایی، و احتماله که پرتغالی هم باشه بیشتره یا کمتره؟ نه نمیشه گفت، اینو نمیشه. بسیار خیلی مشه. آقا وضعیت قرارداد دژاگه و شجاعی چی شد؟ مثل که 600 و 800 هزار دلار گرفته بودن، تایید میکنید؟ اصلا اینا اصلا مشکلی ندارن که ما وقتی که این دوستان رو سکیم خواهیم داشت، اینا مواردی بله. این الان شما به عنوان مدیر عامل رصد کردید قراردادهای فصل گذشته رو 600 و 800 هزار دلار شجاعی و دژاگر رو تایید می‌کنید؟ حالا اینا دیگه موارد حقوقی است که اجازه بدیم جزء مسائل مالی شرکت هست. خب نیاز نیست تماما انشالله. حالا انشالله که تا هفته آینده تکلیف تیم مشخص بشه، سرمربی و نقل و انتقالات جدیدین که حالا دژاگر شجاعی چند تاشون میمونن چند تاشون میرن، سایر ستاره هاتون و چی کار میکنید و با چه کسی قرارداد بستید و ادامه روند نقل و انتقالاتتون رو هفته آینده پی خواهیم گرفت. جناب صادقیان خیلی متشکرم، امیدوارم که این سندروم تغییر مدیر عاملی دامن شما رو نگیره، دیگه شما یه فصل کامل باشید حداقل. شما نگران این موضوع نباشید، فقط مدیر عامل ها نیستن، چه شما خودتون میدونید خیلی از مدیران دوستان هستن که میرن و کار دیگه. ما سعی میکنیم کارمون رو خوبی انجام بدیم. قطعا همینطوره، براتون آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که تراکتور سازی رو پرقدرت‌تر از همیشه ببینیم. چه صدای رفت. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.